اگر شما هم تریدر هستین و اوایل کارتونه، شاید براتون این سوال پیش اومده باشه که چه زمانی سودتون رو برداشت کنید. سلام، فاطمه هستم و توی این ویدیو میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. چه زمانی سود تریدمون رو برداشت کنید؟ اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که شما باید هم اوایل کار برای خودتون یک استراتژی داشته باشین و یک پلن معاملاتی که بدونین زمانی که، یعنی همه موارد باید به صورت مکتوب نوشته بشه. پلن معاملاتی و استراتژی درسته که شامل مراحل ورود به معامله میشه، ستاپ‌های معاملاتی میشه، علم تکنیکال رو داره، اما یه موضوع خیلی مهمه دیگه ای که باید بنویسین این هستش که شما به چه صورت قراره سودتون رو برداشت بکنید و حتی جزئیاتی که لازمه در شغل ترید رعایت بشه رو حتما باید بدونین و اون رو رعایت بکنین. برداشت سود ترید یه کار خیلی مهمه که شاید خیلی از تریدرها انجام ندن. یعنی چی؟ شاید شنیده باشین خیلی ها میگن که سود مرکب میتونه ما رو خیلی زود به نتیجه برسونه، به خاطر همین سودهایی که از ترید به دست میارن رو برداشت نمی کنن. ولی توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که برداشت سود از ترید یه نکته بسیار مهم هستش که در واقع جنبه های خیلی زیادی هم داره. از بحث روانشناسی میگذرم و به این موضوع میخوام بپردازم که شما ترید رو باید به عنوان یک شغل ببینید که بتونید در یک بازه زمانی مشخصی یک درآمدی رو داشته باشین. حالا توی شغل ترید با توجه به اون میزان سرمایه که دارین شاید اون درآمد ثابت نباشه، میتونه متغیر باشه، یه ماه خیلی بیشتر باشه از انتظارتون، یک ماه کمتر باشه. حالا ممکنه پیش بیاد که یک ماه اصلا سودی دریافت نکنین یا حتی ضرر کرده باشین. اینا رو که میذاریم کنار که خب مواردی هستن که شما هر شغل دیگه هم داشته باشین به جز ترید، ممکنه پیش بیاد که یک ماهی بدون سود و زیان باشه، یک ماهی زیان باشه. ولی خب این موضوع رو باید بدونیم که در شغل ترید هم باید به اون درجه رسیده باشیم، استراتژی ما طوری باشه که ما رو در نهایت به سودی برسونه که برآیند ما طی ماه‌های متوالی مثبت باشه. یعنی دو ماه، سه ماه ممکنه سودهای خیلی خوبی داشته باشیم، یک ماه ضرر یا یک ماه بدون سود و ضرر. اینا همه رو میذارم کنار. در رابطه با برداشت سود ترید، خب هر شخص میتونه با توجه به زندگی خودش، شرایط خودش، شخصیت خودش، میزان سرمایه که داره باهاش کار میکنه و موارد مختلف که خب این برمیگرده به شما و اون برنامه ریزی شما، ممکنه برای خودتون یک استراتژی برای برداشت سود داشته باشید. ولی برداشت نکردن سود به نظر من خوب نیستش و بهتره که شما از اوایل کار سودتون رو برداشت کنید و اینطوری خیلی بهتون کمک کنه از نظر روانی و اینکه به کار شما نظم داده میشه. به عنوان مثال اگر شما سودی به دست بیارید و اون رو برداشت نکنید، دوباره باهاش کار کنید، خب باعث میشه که اول از همه شما نتیجه‌ای دریافت نکرده باشین و این از نظر ذهنی خوب نیست. بعد از اون شما اون مدیریت سرمایه‌تون به هم میرزه، با حجم بیشتری کار میکنید. حالا اگر ضرر هم کنین و سودی که گرفتین رو از دست بدین چون برداشتش هم نکردین، این باعث یک فشار روحی میشه، حس انتقام از بازار میاد برای شما و این موجب میتونه بشه که پشت سر هم اشتباهاتی رو داشته باشید. ولی وقتی یک ماه تموم میشه، یه سودی رو به دست آورد، اون رو برداشت میکنین، حتی اگر مثلا هفته اول ماه اوضاع خوب نبود و رفتیم در ضرر، میدونیم که ما یه سودی رو برداشت کردیم و توی هفته های پیش رو میتونیم سودهای خودمون رو دوباره به دست بیاریم یا حالا فرصت برای به دست آوردن سود هست و شما این موضوع رو میدونید و این از نظر ذهنی خیلی میتونه به شما کمک بکنه. شاید کسی به شما نگفته باشه ولی اهمیت این کار رو به نظرم جدی بگیرین و اگر تریدر هستین انجامش بدین، خودتون متوجه بشین. حالا اینکه چه زمانی سود رو برداشت کنین بستگی به شخصیتتون داره همونطور که اشاره کردم، ولی به نظر من بهترین حالتش همون یک ماه هستش، یک ماه کاری. حالا با توجه به اینکه شما چه زمانی شروع کردین یک ماه کاری برای برداشت سودهای یک ماه. بعضی از افراد هستن که هر هفته سودشون رو برداشت میکنن که خب این هم میتونه یه سری معایبی داشته باشه، ولی باز میگم با توجه به استراتژی هر شخص متفاوته.
اما نکته اصلی اینه که برداشت سود خیلی مهمه. امیدوارم که پرسود و موفق باشید.